نوشیدن آب در بین غذا. یکی از آشناترین و رایج‌ترین تصاویری که در روز می‌بینیم، تصویر یک گلاس پر از آب در کنار ظرف غذاست. در حالی که برخی از افراد فکر می‌کنند که حتماً حین خوردن غذا باید آب بنوشند، آن هم آب سرد. اما واقعیت این است که این عادت ممکن است اثرات بدی را روی سلامت شما داشته باشد. در این بخش درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که آیا نوشیدن آب در حین غذا خوردن برای سلامت بدن مضر است یا خیر؟ نوشیدن آب در بین وعده‌های غذایی و حتی یک ساعت قبل و بعد از غذا خوردن می‌تواند آسیب‌های زیادی به معده برساند و معده شما را ضعیف کند. درست است که آب فواید زیادی دارد و بهترین نوشیدنی است، اما افراط در مصرف آن جایز نیست و اگر زیاد نوشیده شود مزاج معده را تغییر می‌دهد. مهمترین پرسشی که در زمینه نوشیدن آب یا هر مایع دیگری هنگام خوردن غذا مطرح می شود این است که آیا این کار برای فرایند هضم غذا مضر است یا خیر؟ هیچ شکی وجود ندارد که نوشیدن بیش از حد آب در بین غذا تاثیرات منفی روی اسید معده نداشته باشد. این امر باعث کاهش سرعت فرایند هضم شده و توانایی بدن در تولید آنزیم های کافی برای هضم به منظور هضم درست غذا را کاهش می دهد. اتفاق نظر محققان این است که نوشیدن آب 30 دقیقه قبل از خوردن غذا باعث می شود بدن آب کافی داشته باشد. همچنین این مسئله تاثیر مثبتی روی گرده ها دارد، چرا که وجود آب کافی در بدن به عملکرد درست گرده ها کمک می کند. همچنین نوشیدن آب 30 دقیقه پس از خوردن غذا به تأمین آب بدن به بخش های پایانی هضم کمک کرده و جایگزین مواد مایعی می شود که در طول فرایند هضم از بین رفتند. مشکلی که با نوشیدن آب یخ به وجود می آید، درد شکم یا گرفتگی روده ها است. بهتر است از آب سرد کمتر استفاده شود. نکته دیگر این که نوشیدنی آب بعد از غذا خوردن باعث زیاد شدن اسید معده می شود و می تواند در هضم غذا اختلال ایجاد کند. بنابراین بهتر است نیم ساعت قبل از غذا و نیم ساعت بعد از اتمام غذا آب ننوشید.